سلام، تنتون سلامت و شب و روزتون به خیر و شادی. خدمتتون عرض کنم که از 24 ساعت قبل تو بوق و کرنا کردن که اوزی میخواد پیام زنده تلویزیونی بده بگی منو. تا این که بالاخره اوزمای فلک زده اومد و 40 دقیقه روده درازی کرد، اما در این قضیه ابراز تأسف واسه جان باختگان کرونا. یه دور تسبیح لعنت بهش که ماهان ایر سپاهش کرونا بیار معرکه بودش، اما به روی نابمارک که نمیاره هیچ، تازه دست پیشم میگیره که پس نیفته. ملاحظه بفرمایین. خب البته ما امروز این روزها مواجه هستیم با عارضه یک بیماری وسیع همگیر بین المللی. این ویروس در همه جا، همه که تقریبا همه کشورهای دنیا مشغول گرفتن تلفات و پیشرفت. حالا بعضی ها میگن که چه اتفاقی در کشورشون میفته، بعضی ها هم پنهان میکنن. میفهمیم، انسان از بعضی از اظهارات میفهمه که این اظهاراتی که میکنن اینها خیلی مطابقه با واقع نیست، داره کار میکنه این ویروس. دی که اینطور تو همه دنیا کرونا هست، ایرانم یکیش. دیگه نمیگه اگه کرونای همه دنیا رو بذاری یک کف، مال ایرانم بذاری کفه دیگه، باز مال ایران سنگین تره. لابد اینم از معجزات عظماست که از روی اظهارات بقیه میفهمه که مطابق واقع نیست. اما از آماری کشکی به خیال عظما هیچ کس نمیفهمه که نظام داره دروغ میبافه. اما آیا عظما اومده بود همین حرفای دوزاری رو دوباره تکرار کنه؟ حرف اصلی چی بود؟ آره. چند بار تا حالا سران آمریکا گفتن که ما حاضریم که از لحاظ درمان و دارو به شما کمک کنیم. این جزء اون حرفای بسیار عجیبه که به ما میگن که از اونها درمان بخواهیم و دارو بخواهیم. اولا خودتون دچار کم بودید، ثانیاً شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هی بیا از این خرمردرندی آخوندی یه وقت کمرتون رگ به رگ نشه. اول میاد یه چیز کشکی رو تحت عنوان اینکه میگویند مطرح میکنه، خودشم میگه من نمیدونم چقدر واقعیه، اما بر روی همی پایه های دروغ که همش هم ساختگی خودشه یه ساختمون بنا میکنه اندازه اشتران کو. ملاحظه بفرمایی. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه و مانع تمام شدنش بشه، یا اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه، چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردن. به نظرتون یارو کشیده به اعصابش و همینطوری محمل میبافه، یا این که نیم کاسه زیر کاسه است؟ اولا میترسه پای حتی یه نفر، یه ناظر خارجی به ایران واشه و عمق فاجعه رو گزارش کنه و مردم دنیا بفهمن چه بلایی سر مردم ایران اومده. البته حرفای عظما یه دلایل دیگه ای هم داره. ملاحظه بفرمایی. بعضی از روشنفکر نماهای ما هم متاسفانه
بی‌صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی‌صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمنم رسوندن. وای 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 وای، یه سری تو نظام به دلشون صابون دیپلماسی کرونایی زده بودن تا برن مذاکره و یه راه نفسی واسه نظام وا کنن. عظما که خوب میدونه سر این کلاف اگه باز بشه کل نظام رپتی پتو، پرشونو چید. آره، اما مردم ایران خوب میدونن که با دو دشمن اما ته خط در واقع با یه دشمن مواجهن که اسم مشترک این دشمن کرونای ولایته. مردم و جوانای شیر ایران خوب میدونن که اول و آخر کجا رو باید کوبید. درست میگم بچه ها؟ باریکلا جوانای شیر خودم، دوستان مرحمت زیاد.